سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. به اعتنای کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی با جیمی کارگر پیش از دیدار برابر لیورپول توجه بسیاری را به خود جلب کرد. منچستر یونایتد در دیدار حساس و حیثیتی موفق شد با نتیجه 2-1 لیورپول را شکست بدهد. یوفا خسارت تحقیقات را درباره فرپلی مالی بارسا و چند باشگاه دیگر در فصل 2020-2021 انجام دهد. کریستیانو رونالدو دیشب در فهرست 11 نفره منچستر یونایتد برای دیدار مقابل لیورپول حضور نداشت و بازی را از روی نیمکت آغاز کرد. اما او پیش از شروع مسابقه در حالی که در زمین چمن اولترافورد مشغول گرم کردن بود، به سمت مجریان و کارشناسان برنامه تلویزیونی فوتبال دلی رفت تا یکی از صحنه‌های جالب پیش از مسابقه رقم بخورد. کریستیانو رونالدو پا به توپ به گوشه‌ای از زمین رفت که گری نویل، روویکن و جیمی کاراگر به عنوان کارشناسان برنامه در مقابل تلویزیون ایستاده بودند و با بینندگان صحبت می‌کردند. ستاره پرتغالی توپ را رها کرد و شروع به احوالپرسی با دستاندرکاران این برنامه تلویزیونی کرد. کریستیانو با گری نویل و روویکن دو ستاره سابق منچستر یونایتد گرم گرفت و با آنها دست داد و روویکن را در آغوش گرفت. نکته جالب توجه اما به اعتنای رونالدو به جیمی کاراگر ستاره سابق لیورپول بود. کاراگر در گذشته در مصاحبه و اظهار نظر خود بارها از کریستیانو رونالدو انتقاد کرده بود. شاید به همین علت بود که ستاره پرتغالی تصمیم گرفت با او بی‌اعتنا باشد و با احوالپرسی با دو ستاره سابق تیمش اتفاق کند. او پیش از این در یکی از مصاحبه هایش گفته بود اگر از تن هاگ بپرسید او هم دیگر رونالدو را نمیخواهد. این موضوع درباره رختکن یونایتد هم صادق است. هیچ باشگاه دیگر در اروپا هم او را نمیخواهد. شاید در این باره اشتباه کنم اما به نظر میرسد که یونایتد نمیتواند از شر او خلاص شود. به نظر میرسد این بازیکن تمام این صحبت ها را شنیده و آنها را به خوبی به خاطر داشته است. این اتفاق واکنش هایی را از سوی کاربران شبکه های اجتماعی به همراه داشت. یکی از هواداران یونایتد نوشت کریستیانو رونالدو در بخش زنده تلویزیونی کاملا جیمی کاراگر را نادیده گرفت و من فکر میکنم اوت شب گذشته همین جا بود. یکی از حامیان رونالدو نیز در این باره اظهار داشت. این رفتار بود که کاراگر به خاطر تمام مزخرفاتی که همیشه درباره رونالدو میگفت لیاقتش را داشت. این مدافع سابق لیورپول نیز پس از بازی نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد و در صفحه رسمی توییترش نوشت از ابتدا تا پایان شب بعد بود از سوی کریستیانو رونالدو دوست خوبم نادیده گرفته شده. منچستر یونایتد روحیه جنگندگی و کیفیت بالایی نشان داد و لیورپول اصلا خوب نبود. شیاطین سرخ که فصل را با دو شکست نومید کننده مقابل برایتون و برانتفورد آغاز کرده بودند در دیدار دیشب مقابل لیورپول نمایش به مراتب بهتر داشتند و در نهایت توانستند به اولین پیروزی فصل برسند. در این دیدار ابتدا جیدون سانچو در دقیقه 16 منچستر یونایتد را پیش انداخت و مارکوس راشفورد در دقیقه 53 برتری این تیم را دو برابر کرد. هرچند محمد صلاح در فاصله 9 دقیقه به پایان بازی یکی از گل‌های خورده لیورپول را جبران کرد اما در پایان 3 امتیاز بازی نصیب شاگردان تن هاگ شد. مربی هلندی یونایتد که نمیتوانست در پایان بازی هیجانش را پنهان کند در گفتگو با اسکای اسپورت در پاسخ به این سوال که چطور بازیکنانش بعد از شکست 4-0 مقابل برانفورد توانستند چنین نمایش ارائه بدهند گفت ما میتوانیم در مورد تاکتیک ها صحبت کنیم اما مسئله اصلی نگرش ماست. ما این نگرش را وارد زمین کردیم. بین بازیکنان ارتباط وجود داشت و هیچ جنگندگی وجود داشت و میبینید که آنها میتوانند به چه چیزی دست پیدا کنند زیرا چنین فوتبال بازی میکنند. تن هاگ در ادامه شاگردانش خواست ثبات داشته باشند و این نمایش را در دیدارهای بعدی ادامه بدهند. من از آنها راضی هستم اما آنها باید همین نمایش را در هر بازی داشته باشند نه فقط در این دیدار. من رقابت را درک میکنم اما این نباید فقط مقابل لیورپول باشد. هر دیدار در لیگ برتر دشوار است. ما باید همین سازماندهی بالا را در هر بازی داشته باشیم و این با روحیه تیمی آغاز میشود. تن هاگ همچنین درباره ترکیبی که برای این بازی انتخاب کرده بود گفت من باید تصمیم خودم را بگیرم. تیمی را در اختیار دارم که باید از بازیکنانم استفاده کنم. ما 50 تا 60 بازی در پیش داریم و در هر بازی بهترین ترکیب را انتخاب میکنیم. نیاز نیست به هری مگوایر و کریستیانو رونالدو اشاره کنم. آنها بازیکنان بسیار خوب هستند و در آینده نقش مهمی در این تیم ایفا خواهند کرد. لیورپول در دو بازی اخیر دو تساوی کسب کرده بود و با شکست برابر رقیب قدیمی که دو شکست در کارنامه داشت تا حد وارد بحران شد که کلوب قبلا در این باشگاه تجربه نکرده است. این مربی آلمانی پس از پایان بازی به خبرنگاران گفت از این نتیجه بسیار ناراحت و نگران هستم اما واقع همین است. مشخص بود که یونایتد قصد دارد چه کار در این بازی انجام دهد. آیا آنها هجومی تر از ما بازی کردند؟ شاید بله. این دقیقا همان بازی بود که یونایتد به دنبالش بود. میتوان گفت که ما اشتباه کردیم. او با اشاره به شرایط این بازی اظهار داشت ما تا آخرین پاس و تا آخرین لحظه بازی درست همان طور بازی کردیم که باید بازی میکردیم. فرصت های بسیار در محوطه جریمه حریف داشتیم. یک گل زدیم که واقعا شایستگی آن را داشتیم اما خیلی دیر به ثمر رسید. اگر کمی بهتر بازی میکردیم میتوانستیم برنده این بازی باشیم. سرمربی لیورپول در پاسخ به سوال درباره بحث جیمز میلنر و ویجل فندایک در زمین اضافه کرد بحث در زمین پیش آمد اما ما هیچ مشکلی در داخل تیم نداریم. هیچ کس پس از شکست در یک بازی خوشحال نیست چون این چیز کاملا طبیعی است. این توجیه نیست. همه چیز در داخل تیم خوب است. کلوب درباره عملکرد بازیکنانش در زمین ادامه داد ما روی استفاده از فرصت ها بد شانس بودیم خصوصا عملکرد که روی ضربات شروع مجدد داشتیم. من نمیدانم چطور توپ وارد دروازه نمیشد. در چنین دیدار و برابر چنین رقیب اگر موفق میشدیم گل بزنیم و نیمه اول رو 1-1 تمام میکردیم خیلی خوب میشد. راشفورد که شب گذشته موفق شد گل دوم تیمش را به ثمر برساند و خیال هواداران و کادر فنی را تا حد راحت کند پس از بازی به خبرنگاران گفت
شکست هفته گذشته برای ما بسیار آزاردهنده بود، بنابراین میدونستیم که باید آن را جبران کنیم و به این رقابت ها برگردیم. بازی را هجومی تر شروع کردیم. در اواخر بازی خسته شده بودیم، اما سعی کردیم روند را که داشتیم حفظ کنیم و در نهایت پیروز شویم. این بازیکن انگلیسی با تمجید از عملکرد بازیکنان یونایتد اثر داشت. لیورپول توانست یکی از گل هایی را که دریافت کرده بود جبران کند، اما ما عقب نکشیدیم و به خوبی دفاع کردیم. حضور در این بازی برای من بسیار لذت بخش بود. او با اشاره به تغییر پستش در زمین پس از حضور آنتونی مارسال اضافه کرد. من فکر میکنم با انعطاف پذیری میتوانیم کارهای متفاوت خصوصا در عمل انجام دهیم. این بازی در نیمه اول خوب پیش رفت و ما به فضاهای خوب عمل کردیم، اما با آنچه که در نیمه اول شایسته آن بودیم نرسیدیم. با این حال چنین تغییرات همیشه در جریان بازی مثبت است. بحث درباره آینده رونالدو حتی پس از پیروزی منچستر یونایتد برابر لیورپول نیز ادامه دارد. این بازیکن در بازی شب گذشته که با پیروزی 2-1 تیمش برابر رقیب سنتی همراه بود، در ترکیب اصلی قرار نداشت و در دقایق پایانی به عنوان بازیکن ذخیره به میدان آمد تا به تیمش در حفظ این 3 امتیاز کمک کند. فرناندز پس از پایان بازی در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم رونالدو برای آینده متعلق است گفت: شایعات زیاد وجود دارد، اما هیچ کس بهتر از کریستیانو رونالدو برای صحبت در این باره نیست. شاید من از چیزهای خبر داشته باشم، اما من کسی نیستم که بخواهم در این باره صحبت کنم. او با اشاره به شرایط این بازیکن اظهار داشت: کریستیانو آرام است. او این هفته خیلی خوب کار کرد و مانند همیشه به حضورش در تمرینات ادامه داد. او در حال حاضر بازیکن منچستر یونایتد است. من اطلاعی از آینده او ندارم که آیا از یونایتد میرود یا نه. همانطوری که خودش گفت، به زودی صحبت خواهد کرد و همه فرصت کافی برای شنیدن حرفهای او خواهد داشت. این بازیکن پرتغالی با تمجید از همتیمی و هموطنش اضافه کرد: او میتواند همچنان به بازی در بالاترین سطح ادامه دهد و گلهای زیاد برای ما به ثمر برساند، اما همه چیز به تصمیم خودش در این زمینه بستگی دارد. ما باید به آنچه او میخواهد و کاری که انجام میدهد احترام بگذاریم. اگر بخواهد در این تیم بماند از این تصمیم خوشحال خواهیم شد، و اگر بخواهد برود حتما بهترین تصمیم برای اوست و از نظر شخصی برایش خوشحال خواهیم شد. قوانین سختگیرانه یوفا در زمینه فرپلی مالی باشگاه‌های اروپایی حتی پس از بحران مالی ایجاد شده ناشی از شبیه جهانی ویروس کرونا هم ادامه دارد. نشریه تایمز خبر داده است که یوفا قصد دارد تحقیقات را درباره فرپلی مالی بارسا و 9 باشگاه دیگر از جمله پاریس سن ژرمن، یوونتوس، انتر و روم آغاز کند. این روزنامه همچنین مدعی شده است که این سازمان تنبیهات جدی و متفاوت را برای هر گونه تخلف از سوی این باشگاه‌ها در نظر گرفته است. روزنامه فرانسوی اکیپ نیز چند روز قبل به این موضوع اشاره کرده بود و مدعی شده بود که پی جی و مارسی به احتمال زیاد با جریمه نقدی به دلیل عدم رعایت فرپلی مالی در فصل 2020-21 روبرو خواهند شد. این در حال است که انتظار می‌رود جریمه در نظر گرفته شده برای باشگاه‌های ایتالیایی شامل انتر، یوونتوس و روم و همچنین بارسا فراتر از جریمه نقدی باشد. یوفا تمام این باشگاه‌ها و مدارک رای شده از سوی آنها را به دقت بررسی کرده است، اما در این حال به سران این باشگاه‌ها فرصت داده است که این مدارک را به روزرسانی کرده و حسابرسی دقیقشان را به آنها ارائه دهد. در واقع فصل که از نظر یوفا تخلفات در آن صورت گرفته است، اولین فصل پس از شیوه جهانی ویروس کرونا بوده است که مشکلات بسیاری را برای باشگاه‌های اروپایی به همراه داشته است. پیش از این گفته شده بود که یوفا قصد دارد از سال 2023 سیستم جدید را در زمینه فرپلی مالی به کار بگیرد که باشگاه‌ها را محدود به هزینه درصد مشخص از درآمدها برای پرداخت دستمزد بازیکنان، نقل و انتقالات و کمیسیون مدیر برنامه‌ها می‌کند. گریزمان با آغاز فصل جدید جایگاهش را در ترکیب اصلی اتلتیکو مادرید از دست داده است و این موضوع چندان به سود بارسا نیست. این بازیکن فرانسوی در 2 بازی ابتدایی اتلتیکو در فصل جدید لالیگا بازیکن تعویضی بوده است. او 30 دقیقه برابر ویاریال و 30 دقیقه هم برابر خطافه بازی کرد و 1 گل هم در این بازی به ثمر رساند. این اتفاق باعث ایجاد نگرانی جدی برای سران بارسا شده است. آنها معتقد هستند که سران اتلتیکو از دیگو سیمونی خواستند که این بازیکن را در ترکیب اصلی تیمشان قرار ندهد و هدف که از این کار دارند این است که مجبور به فعال کردن بند خرید این مهاجم فرانسوی در انتهای فصل نباشند. گریزمان در آخرین روز پنجره نقل و انتقالات تابستانی سال گذشته از بارسا جدا شد و به صورت قرضی به مدت 2 فصل بار دیگر به اتلتیکو برگشت. این باشگاه موافقت کرده بود که تمامی دستمزد این بازیکن را در طول این 2 فصل پرداخت کند. این قرارداد شامل بند خرید 40 میلیون یورویی برای اتلتیکو مادرید بوده است، اما این بند تنها در صورت اجباری خواهد بود که گریزمان در 50% از دیدارهای اتلتیکو در طول این 2 فصل در ترکیب اصلی حضور داشته باشد. با این ترتیب اگر این اتفاق رخ ندهد، اتلتیکو میتواند بند فصل را فعال نکند و پس از پایان مهلت قرارداد این بازیکن او را به بارسا برگرداند. اتفاقی که با توجه به دستمزد بالای گریزمان به هیچ وجه خوشایند نیست و از همین حالا باعث نگرانی در نیوکمپ شده است. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.